امروز پنجشنبه 31 تیر ماه 1400، روز ننگین دیگری در تاریخ جمهوری عبری عربی کمونیستی قاصب بر ایران و یک روز پرشکوه در مبارزات تاریخ مبارزات ملت ایران. جمهوری اسلامی امروز در خوزستان و لرستان هموطنان ما رو به خاک و خون کشید. الانی که داریم ما با هم من دارم صحبت میکنم، بسیاری از جوانانی که ساعتی پیش از خونه اومده بودن بیرون امشب به خونه برنگشتن. سوال میکنم از امیر سیاری، از ناخدا صمدی، از همرزمانشون، مگه شما افتخارتون نیست که در خرمشهر در مقابل عراقی ها جنگیدید که از هموطنتون در خوزستان دفاع کنید؟ چی شد اون افتخاراتتون؟ آقای ناخدا صمدی، آقای امیر سیاری و دیگر امیران و سرهنگان ارتش، الان خوب خوابیدید امشب؟ راحت خوابیدید؟ در اتاق خواب بچه هاتون رو باز کنید ببینید بچه هاتون عطسه نکرده باشن یه موقع. چطور بچه های شما بچن هموطنانمون در خوزستان، در لرستان و در جاهای دیگه دشمنن؟ آقای امیر سیاری، آقای ناخدا صمدی ها، آقای سیاری ها، چقدر دیگه میخواید عمر کنید؟ چه ارزشی داره این میزی که جمهوری اسلامی به شما داده؟ چه ارزشی داره اون حقوقی که میگیرید میبرید سر سفره زن بچه‌تون؟ شما نونتون رو تو خون ملت ایران دارید میزنید. شما سوگند یاد کردید ارتش فدای ملت. چی شد؟ فرمانده تیپ 92 زرهی اهواز، وای به روزی که اسلحه دست مردم اهواز و خوزستان بیفته. تک تکتون رو توی پادگان ها مطمئن باشید توی اون میدان تیر میذارن روبروی سیبل و بهتون شلیک میکنن. نذارین این اتفاق بیفته. بیاین از مردم مقابل نیروهای سرکوبگر خارجی و اجنبی جمهوری اسلامی حمایت کنید. شما میدونید اون کسانی که به روی ملت ایران اسلحه گشودن اکثرشون ایرانی نیستن. میدونید اکثرشون مال هشت شعبی و فاطمیون و یه مش انوگوی دیگه هستن. بیایید و از مردم دفاع کنید. پایگاه شکاری دسفول، پایگاه های ارتشی در سراسر ایران، بیایید از مردم دفاع کنید. هموطنانمون در تهران، در جاهای دیگه، اعتراضات رو بکشید به سمت شهرک‌های مسکونی ارتش. برید داخل شهرک‌های مسکونی ارتش اعتراض کنید. بذارید این انگل‌هایی که خفتن و بی‌تفاوتن، بذارید خانواده اینها هم درگیر بشن، بذارید بچه‌های اینها هم کشته بشن، بلکه رگ غیرتشون بلند بشه و یادشون بیاد که کیان و لباس چه کسانی رو پوشیدن. شما لباس تیمسار رحیمی ها رو پوشیدید. شما ارتش ایرانید. ارتشی ها، این پیام رو پیام جدی بگیرید. این اخطار رو جدی بگیرید. نذارید کار به جایی برسه که اسلحه به دست مردم بیفته. هرچه زودتر از مردم حمایت کنید. ما ملت ایران، روش مبارزمون مبارزه مدنیه، نافرمانی مدنیه. اون کسی که باید سلاح به دستش باشه نظامیه، ارتشیه، ارتشی که از ملت ایران باشه. شما باید مقابل نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بایستید. شما باید از تاریخ درس بگیرید. این قول رو من به شما میدم، پرونده جمهوری اسلامی در مافیای جهانی بسته شده. مافیا روی اسب مرده شرط بندی نمی کنه. چه خوشتون بیاد چه بدتون بیاد، جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد توسط ملت. بعد شما میمونی تو حساب کتابتون با این مردم. وای به روزی که اسلحه به دست مردم بیفته. اون موقع دیگه نه ارتشی میشناسن، نه سپاهی میشناسن، نه آخوند میشناسن و نه نیروی انتظامی میشناسن. اون بیشرفانی که به روی هموطنانمون در خوزستان و لرستان اسلحه گشودن، فراموش نکنید. هیچ کجای این کره خاکی نمیتونید برید. شما در آینده نزدیک در دادگاهی شبیه دادگاه نورنبرگ محاکمه خواهید شد. ارتش، هر چه زودتر به خودت بیا. تو که میدونی جمهوری اسلامی چه ظلمی در حق ملت ایران کرده. خود شما هم از این ظلم جدا نیستید. به شما هم ظلم شد. نذارید بیشتر از این خون هموطنانمون توی خیابون ریخته بشه. ملت ایران تصمیمش رو گرفتن. ملت ایران جمهوری اسلامی رو نابود خواهند کرد، چه مافیای جهانی خوشش بیاد و چه شماها بدتون بیاد. هموطنانمون توی شیراز، کازرون، مشهد،
خراسان، آمل، بابل، آستارا، زاهدان، آیا شما مشکلی ندارید؟ آیا برای شما همه چی خوبه؟ عزیزان توی سراوان همه چی خوبه، گل و بلبله؟ اگه نمیبینید هموطنانتون بلند شدن، چرا قیام نمیکنید؟ چرا قیام نمیکنید که فشار امنیتی جمهوری کثیف عربی عربی به هموطنانمون در خوزستان و لرستان فشارش کمتر بشه؟ چرا بلند نمیشید و جمهوری اسلامی رو آشمز کنید؟ یادتون باشه فریاد رضا شاه روحت شادی که دیروز در یزدان شهر اصفهان سر داده شد، بازی مافیای جهانی رو برای چندمین بار به هم ریخت. ما ملت ایران تصمیم خودمون رو گرفتیم. آقایون نظامی، شاید شب خوابیدید، فردا بلند شدید، دیدید ارباباتون نیستن. بعد پاسخی برای ملت ایران ندارید. بعد پاسخی برای وجدان خودتون ندارید. بعد پاسخی برای زن و بچه‌تون ندارید. بعد پاسخی برای اون دادگاهی که شما رو محاکمه میکنه ندارید. این پیام رو جدی بگیرید. هموطنانمون در سراسر ایران، جمهوری اسلامی تاب و توان سرکوب ندارد در استانهای دیگه. تمام نیروهاشو گسیل کرده به سمت خوزستان. بهترین زمان برای بلند شدن و بهترین زمان برای آشمز کردن مافیای جهانی و جمهوری اسلامی همین الانه. همین الانی که من دارم صحبت میکنم، استان لرستان و استان خوزستان ملت کف خیابون هستن. شیرازی ها، کازرونی ها، مشهدی ها که قیام آبان رو استارت زدید، کجایید؟ چی کار دارید میکنید؟ این شطوریه که در خونه تک تک ایرانی ها میخوابه. ما ملت ایران محکوم به قیام هستیم، چون راهی جز این نیست. میخواید بمیرید، یا از بیابی دارید میبرید، یا از بی برقی دارید میبرید، یا از بی واکسنی دارید میبرید، یا از بی مدیریتی جمهوری اسلامی دارید میبرید، یا نون ندارید برای زن و بچه‌تون. اون پدری که شرمنده زن و بچه‌ش میشه، اون پدری که نمیتونه حداقل‌های فرزندش رو تامین کنه، به جای اینکه بشینی توی خونه بزنی تو سر خودت، به جای اینکه فکر خودکشی کنی، به جای اینکه ای پیام بدی به اینو که گرفتاریم، بدبختیم، بیچاره‌ایم، بلند شو بیا توی شهرت و شهرتو بیدار کن. خیلی ها پیام میدن آقا چرا شهرهای ما خبری نیست؟ خبر رو شما مردم داخل ایران باید بسازید. یک تن در یک شهر میتونه موج درست کنه. بیا بیرون فریاد بزن. بیا بیرون بگو نون نداری، بگو آب نداری، بگو گشنه‌ای. و بعد برو سمت شعارهای ملی. شعاری که باید از ایران شنیده بشه: ما شاه میخوایم، نه ملا. لعنت به تو روح الله. این شعار تمام بازی های مافیایی رو به هم میزنه. پاینده ایران.